سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز جمعه 22 ماه سرطان سال 1397 هجری خورشید است. در آغاز سرخط چند خبر. اعلام پشتیبانی امام مسجد نبوی از خواست عالمان جهان اسلام برای پایان جنگ در افغانستان. خواست این نشست متحد شدن مردم و پایان یافتن جنگ است. جان باختن در حدود 100 تن از نیروهای دولتی در کمتر از 4 روز در ولایت‌های کندوز و فراه. ضعف کشف و استخبارات نیروهای امنیتی ما در ساحه است که با وجه اصلا اینا نمیتونن که اوضاع را تحلیل بکنن. وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در عملیات های نیروهای دولتی در ولایت های ننگرهار و پکتیا. رهایی 7 نگهبان نظام الدین قیصاری از بند حکومت و انتقال یافتن آنان به فاریاب. و خوشبینی کوریای جنوبی و خلع سلاح هسته‌ای کوریای شمالی. و شروع خبرها. امام مسجد نبوی از پیشنهاد نشست عالمان جهان اسلام در عربستان سعودی برای پایان جنگ در افغانستان پشتیبانی میکند. امام مسجد نبوی امروز در خطبه نماز جمعه میگوید که کل امت اسلامی خواهان پایان جنگ در افغانستان است. در همین حال رئیس جمهور غنی پس از پایان نشست ناتو از پشتیبانی اعضای این پیمان از روند صلح افغانستان استقبال میکند و آقای غنی از باز نشست ساختن بیش از 530 جنرال ارتش و پلیس تنها در جریان امسال خبر میدهد که به گفته او بخش از اصلاحات گسترده در نهادهای امنیتی افغانستان است. عصمت الله نیازی گزارش میدهد. دو روز پس از پایان نشست علمای جهان اسلام در عربستان سعودی و حرام دانستن جنگ در افغانستان، امام مسجد نبوی خواهان پایان جنگ در افغانستان است. در کل امت اسلامی به ویژه مردم افغانستان از نشست صلح که از سوی خادم حرمین شریفین و با کمک سازمان همکاری های کشورهای اسلامی در مکه برگزار شد استقبال می کند. خواست این نشست متحد شدن مردم و پایان یافتن جنگ است. آقای غنی که پس از پایان نشست سران ناتو در بروکسل در یک گفتمان سخن می زد می گوید که انفجار و انتحار اراده ملت افغانستان را برای آینده شکسته نمی تواند. بمب‌ها یک ملت را شکسته نمی توانند. آنها ما را می کشند اما اراده من را شکسته نمی توانند. روزی من در پشت میز نشسته بودم و تمامی پنجره ها و شیشه های آنها فرو ریختند و هر کس فرار کردند. اما نیم ساعت بعد من با یک مهمان خارجی در آنجا دیدار کردم. رئیس جمهور اطمینان می‌دهد که پس از تعهد تازه ناتو بر ادامه کمک‌ها به افغانستان، روند اصلاحات در حکومت افغانستان ادامه خواهد یافت. سکتور امنیتی اصلاح شده است. تنها امسال 535 جنرال ارتش و پلیس را بازنشسته کردم. 3 سال پیش این کار امکان پذیر فکر نمی شد. یک نسل تغییر در حال آمدن است. این کارها واقعا تحولگرا هستند. در نشست دیروز سران ناتو تعهد کردند که نیروهای امنیتی افغانستان را تا سال 2024 تمویل می کنند. آمارهای تلونیوز نشان می دهند که در کمتر از 4 روز گذشته تنها در ولایت های کندوز و فراه بیش از 100 تن از نیروهای دولتی کشور جان باختند. در این بیان از آنچه بی‌پروایی و مدیران جنگ در مدیریت نیروهای دولتی گفته می شود انتقاد می گردد. از سوی هم در اوضاع که در نزدیک به 10 ولایت کشور جنگ و درگیری های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان ادامه دارند، لوی درستیز و معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله از 10 روز به این سو سرگرم فرونشاندن اعتراضات هواداران جنبش ملی در برابر حکومت در فاریاب هستند. گلاب‌الدین غبار گزارش می‌دهد.
به دنبال شدت گرفتن درگیری ها در 9 ولایت، مسئولان امنیتی به ضعف مدیریت جنگ در این ولایت ها متهم می شوند. از این میان شورای ولایتی فرا از جان باختن در حدود 50 تن از نیروهای دولتی در یک هفته گذشته در جنگ با طالبان نگران است. مسئولین توانایی با این نیرو بیشتر از این نداره. دینشا به خری گینکان آمدن، 200 نفر عملوار شدن. کندوز نیز در این روزها بار دیگر گواه تلفات بلند نیروهای دولتی است. منابع امنیتی میگویند که جان باختن بیش از 40 تن از نیروهای دولتی در حمله دوشب پیش طالبان بر منطقه پل مومین ولسوالی دشت ارچی نتیجه غفلت مسئولان امنیتی بوده است. بعد از سقوط دوم قندوز هیچ گونه تا به این لحظه را که با شما صحبت میکنم کدام تغییر بی بود در حوزه امنیت قندوز نیامد. شماری از نظامیان پیشین با انتقاد از حکومت مرکزی میگویند که لوی دریستیز، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله و رئیس ارگانهای محلی به جای مدیریت جنگ در ولایتهای آسیب پذیر، از 10 روز به این سو در فاریاب به سر میبرند. رهبری درست نمیشه و ضعف کشف و استخبارات نیروهای امنیتی ما در ساحه است که با وجه اصلا اینا نمیتونن که اوضاع را تحلیل بکنن. وزارت دفاع ملی میگوید که تلفات مخالفان مسلح دولت در یک هفته گذشته به مراتب بیشتر از تلفات نیروهای دولتی بوده است. در طول 3 روز ما اضافه از 500 نفر دشمن را از صفوف جنگ خارج ساختیم. خب متاسفانه جنگ در افغانستان هست. در کنار کندوز و فرا، ولایت‌های غزنی، ننگرهار، اروزگان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سریپل و پکتیا نیز در این روزها گواهی درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان هستند. با این همه مقام ها در ننگرهار جان باختن 6 غیر نظامی را در یک عملیات نیروهای دولتی تایید می کنند. سخنگوی والی ننگرهار می گوید که دیشب نیروهای ویژه عملیات را در منطقه میمله و ولسوالی خوگیانی بر ضد طالبان راه اندازی کردند که در جریان این عملیات 6 غیر نظامی نیز جان باختند. او می افزاید که در این عملیات 18 موتر و 6 موترسایکل نیز بیران شدند. وی می گوید که نیروهای ویژه 3 فرد مشکوک را با خودشان بردند. از سوی دیگر مقام های حکومتی در پکتیا از کشته شدن بیش از 50 طالب در ولسوالی زرمت این ولایت خبر می دهند. اما طالبان وارد شدن تلفات را به این گروه رد می کنند و می گویند که در حمله های هوایی در ولسوالی زرمت به غیر نظامیان تلفات رسیده. سخنگو به 7 نگهبان نظام الدین قیصاری که در بند حکومت بودند رها شدند و از کابل به فاریاب انتقال یافتند. سخنگوی آقای قیصاری میگوید که تا کنون هم دلیل بازداشت شدنشان از سوی نیروهای دولتی روشن نیست و حکومت باید در این باره وضاحت بدهد. والی فاریاب این رها شدگان را بی گناه میداند و بعدی رهایی دیگر نگهبانان نظام الدین قیصاری را که در بند حکومت هستند نیز مسپارد. در همین حال هواداران جنرال لوسام امروز هم در برخی از ولایت های کشور دست به تظاهرات زدند. کریم امینی از فاریاب در این باره گزارش فرستاده. نگهبانان نظام الدین قیصاری که بیش از 10 روز را در بند حکومت به سر بردند، در هنگام بازداشت آقای قیصاری نزدیک به 20 نگهبان وی نیز از سوی نیروهای دولتی بازداشت شدند و به کابل انتقال داده شدند. از حکومت مرکزی تقاضا کردیم که این افراد گناه ندارند، این افراد وظیفه خود را در اونجا انجام میدادند. هر نوع اگر تحقیق دارن، هر نوع مسئله دارن، در اینجا هیچ نوع دوسیه در قبال از اینا وجود نداره. پیش از این حزب جنبش ملی ادعا کرده است که نگهبانان آقای قیصاری در هنگام بازداشت لتوکوب شدند و با آنان بدرفتاری شده است. در همین حال به تازگی ویدیویی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که در آن ادعا شده است که نگهبانان نظام الدین قیصاری در هنگام بازداشت مورد بدرفتاری و لتوکوب قرار گرفتند. که بسته کرد، او را به اتاق بسته کرد. ما مردم محمد دور ما مردم گرفت، ما مردم بسته کرد.
آورد باز دیگه خوابان باز لغت شروع کرد، زدن شروع کرد. جریان قضیه من نمیفهمم کیها لتکوب شدن و کیها کشته شده و کیها زخمی شده، تو هنوز هم از موضوع آگاه نیستیم. در همین حال هواداران جنرال دوستم بر روز جمعه نیز برای 11 روز در برخی از ولایت ها تظاهرات کردند و دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را در مزار شریف بستند. تصمیم بر بستن دفتر محترم مستقل انتخابات بود که مظاهره کنندگان امروز آمدند در به ورودی را بستند بدون کدام خشونت. والی فاریاب درباره نظام الدین قیصاری میگوید که گفتگوها در این باره در سطح بلند حکومت میان معاون دوم رئیس جمهور و جنرال دوستم معاون نخست رئیس جمهور ادامه دارد. وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی هشدار می‌دهد که ادامه حفر چاه‌های عمیق در کابل تمامی منابع آبی پایتخت را تا 10 دیگر خشک خواهد ساخت. آقای فهیم می‌گوید که در کابل در یک سال 32 میلیون متر مکعب آب برداشت می‌شود، در حالی که ظرفیت آبی پایتخت در یک سال 29 میلیون متر مکعب آب است. اداره ملی نگهداری از محیط زیست می‌گوید که همین اکنون 213,000 چاه‌های عمیق و نیمه عمیق در شهر کابل حفر شدند و این یک بحران است. وزارت انرژی و آب نیز کاهش آب‌های زیرزمینی را در کابل بسیار نگران کننده می‌داند و بر مجازات شرکت‌های تأکید می‌ورزد که آب‌های کابل را به گونه غیر قانونی بیرون می‌کشند. شریف امیری در این باره گزارش آماده ساخته. تنها انفجار و انتحار نه، بل نبود آب هم از جدیترین چالش ها در برابر زندگی مردمان پایتخت شده است. در این شهر بیش از 210,000 چاه عمیق و نیمه عمیق حفر شده است. اگر این وضعیت به می شکل دوام پیدا بکنه، در 10 آینده تمام منابع آب زیرزمینی کابل از بین میره. پروژه آبرسانی افشار یکی از منابع آبی در کابل است که از 10 آن اکنون تنها یکی آن آب دارد و چاه‌های دیگر آن همه خشک شدند. پیش از این روزانه از این چاه‌ها 18,000 متر مکعب آب بیرون کشیده می‌شد. ایدولک و 13,000 چاه هر کدام از روزانه بیشتر از این کم حد اقل اوسط اگه بگیریم بیشتر از 1,000 لیتر آب بیرون می‌کشد. ادامه حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق زنگ خطر است برای کابل. همین اکنون ده‌ها شرکت به گونه غیر قانونی سرگرم بیرون کشیدن آب‌های زیرزمینی کابل هستند. کمپانی‌ها و نهادهایی که آب‌ها را به صورت غیر قانونی استخراج می‌کنند، در واقع اونا مورد پیگرد قرار می‌گیرند. در حالی که سالانه از آب کابل 32 میلیون متر مکعب آب بهره برداری میشه، اما ظرفیت آبی پایتخت 29 میلیون متر مکعب آب است. کم شدن آب اینجا در ولسوالی سرای خواجه درآمدهای شهاب الدین را که 18 سال است کشاورزی میکند 50% کاهش داده است. یعنی قریب ما 600 تا چاه باشه، شاید 10 تاش جبرگه کلش خواهد شد. آب‌های زیرزمینی از منابع بسیار مهم و ارزشمند کشورها به شمار می‌روند، اما اینجا در افغانستان توجه به این داشته طبیعی بسیار اندک بوده است. با وزارت معارف می‌گوید که 75 مکتب در ولایت لوگر از سوی طالبان بسته شدند. از سوی هم مقام‌های محلی لوگر از آتش زده شدن 2 مکتب در این ولایت از سوی طالبان خبر می‌دهند. تنها در ولسوالی محمد آقای لوگر 15,000 دانش آموز از رفتن به مکتب محروم شدند. شورای ولایتی لوگر با انتقاد از بستن مکتب‌ها از سوی طالبان در لوگر می‌گویند که با نهادهای آموزشی نباید برخورد نظامی شود. معاون این شورا گفته که تلاش دارند تا در همکاری با بزرگان قوم و عالمان دین برای بازگشایی این مکتب‌ها با طالبان گفتگو کنند. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها.
کره جنوبی از پیشرفت ها برای غیر هسته ای شدن کره شمالی خبر می دهد. رئیس جمهور کره جنوبی می گوید که انتظار دارد کره شمالی اقدام های بیشتر را در این زمینه انجام دهد. در همین حال چین نیز گفته که آماده است تا در کار غیر هسته ای شدن شبه جزیره کره همکاری کند. از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا متن نامی رهبر کره شمالی را به خودش در صفحه توترش نشر کرده. رئیس جمهور کره جنوبی که به سنگاپور رفته است به غیر هسته‌ای شدن کره شمالی خوشبین است. مون جی این میگوید که امیدوار است پیونگ یانگ برای دست کشیدنش از جنگ افزارهای هسته‌ای گام‌های بیشتر بردارد. او بر تامین صلح در شبه جزیره کره تاکید می‌ورزد و گفتگوها را درباره کره شمالی بسیار حساس می‌داند. اگر کره شمالی صادقانه اقدامهای غیرهسته‌ای شدنش را انجام دهد، ما امیدوار هستیم که این کشور را برای شرکت در نشست کشورهای جنوب آسیا نیز بکشانیم و روابط و همکاریهایمان را با کره شمالی نیرومند بسازیم. در همین حال چین گفتگوها با کره شمالی را یک پیشرفت برای آرشیدن شبه جزیره کره از جنگ افزارهای هسته‌ای می‌داند. گفتگوهای طرفها درباره کره شمالی نشان می‌دهند که وضع در شبه جزیره کره رو به پیش رفته است. بی‌شک که در این روند با چالش‌های روبرو خواهیم شد که انتظار نداریم. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا متن کامل نامه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را پخش کرده است. در این نامه رهبر کره شمالی دیدار با ترامپ را در سنگاپور نقطه عطف تاریخ دو کشور می‌داند. و چند گزارش کوتاه دیگر از جهان. نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان با دخترش مریم شریف که در راه رسیدن به کشورشان هستند اکنون به شهر ابوظبی امارات متحده عرب رسیدند. شریف در حال به پاکستان می آید که او از سوی دادگاه این کشور به 10 سال زندان محکوم شده است. قرار است در میدان هوایی اسلام آباد گرد همایی به پشتیبانی از نواز شریف نیز برگزار شود. ترکیه قرارداد فروش 30 چرخبال را با پاکستان امضا کرد. بر بنیاد این پیمان ترکیه چرخبال‌های T-129 را به پاکستان می‌فروشد. مقام‌های تایلندی می‌گویند که از ماجرای مغاره‌ای که در آن نوجوانان یک تیم فوتبال با مربی شان گیر مانده بودند، یک فیلم سینمایی خواهد ساخت. با گفته مقام‌های تایلندی در این فیلم جزئیات عملیات نیروهای نجات برای بیرون کشیدن این تیم فوتبال با مربیشان به تصویر کشیده خواهد شد. بعد از اینکه خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی، لحظات بعد. باید همچند خبر اقتصادی. وزیر زراعت و آبیاری می گوید که تا 7 ماه دیگر مجتمع بزرگ سنجش کیفیت و بسته‌بندی میوه‌ها در بادامباغ کابل به بهره‌برداری سپرده خواهد شد. آقای درانی می افزاید که این نخستین و بزرگترین مجتمع صادراتی خواهد بود که در آن آزمایشگاه معیاری سنجش کیفیت میوه‌ها نصب خواهد شد. در همین حال مسئولان اتحادیه اروپا در کابل میگویند که برای راه یافتن فراورده های باقی افغانستان و بازارهای اروپا این فراورده ها باید به گونه معیاری بسته‌بندی شوند و گواهی نامه های معتبر کیفیت داشته باشند. ذبیح الله جهانمل گزارش میدهد. وزیر زراعت فوبیری میگوید که برای توسعه صادرات میوه های کشور به بازارهای بزرگ جهان نیاز است که این میوه ها با بسته بندی های معیاری و با داشتن گواهی نامه های معتبر کیفیت به این بازارها صادر شوند. وی میگوید که به همین هدف کار ساخت نخستین مجتمع بزرگ صادراتی در بادام باغ کابل آغاز شده است. امیدوارم پراتلون که فقط تر اومی اسپوری هم تعمیر هم لابراتوار عملا فعالیت شروع کی. در همین حال مسئولان اتحادیه اروپا در کابل میگویند که حکومت افغانستان باید از امتیازهای موجود تعرفه‌ای کشورهای اروپایی برای توسعه صادراتش به این کشورها استفاده کند.
یک بخش مهمی برنامه های من برای مدیریت کیفیت فراورده های افغانستان می باشد که به بازارهای اروپا قرار است صادر شوند. در این بخش نیاز به آزمایشگاه های معیاری سنجش کیفیت است. افغانستان با داشتن ده ها نوع کالاهای صادراتی که بازارهای کشورهای منطقه و کشورهای دور به آن نیازمندند، اکنون هم بخش زیادی از این کالاها را به علت بسته‌بندی های غیر معیاری و نبود گواهی نامه های معتبر کیفیت به گونه مستقیم به این بازارها صادر کرده نمی‌تواند. و شمار از نمایندگان مردم در شورای ملی بی‌پروایی دو مجلس را درباره چگونگی گردآوری محصول خدمات مخابراتی نگران کننده می‌دانند. آنان می‌گویند که با گذشت در حدود 3 سال از بی‌نظمی‌ها در روند گردآوری درآمدها در این بخش، کمیسیون مختلط دو مجلس برگزار نمی‌شود. در همین حال شمار از باشندگان پایتخت شورای ملی را از بهر بی‌پروایی در برابر حیف و میل درآمدها از گردآوری محصول خدمات مخابراتی انتقاد میکند. مرور بر تازه های ورزش هم بعدتر. تیم ملی فوتبال کشور به تاریخ 28 ماه اسد که با روز استرداد و استقلال کشور برابر است در یک بازی دوستانه در شهر کابل به مسافه تیم ملی فلسطین می رود. فیفا که ما را باید بکشه از اون لیست تحریم شده ای که ما نمیتونیم در کشور میزبانی بکنیم. 5 کشوری که از طرف فیفا اعلام شده مثل عراق، مثل سوریه، مثل لبنان و افغانستان که گفتن نمیتونن میزبان مسابقات مختلف باشه، از این نگاه ما میتونیم که کمک این تحریم ها را کم بکنیم برای فوتبال افغانستان. از یک طرف ما میتونیم که امنیت کشور ما را نشان بدیم که ما میتونیم در هر شرایطی میزبانی بکنیم از یک کشور. این در حال است که ملی پوشان کشور پیش از این در سال 2013 میلادی در یک بازی دوستانه میزبان تیم ملی پاکستان بود که با پیروزی 3-0 ببرهای کشور به پایان رسیده بود. این جای خوشی است که ما بتونیم میزبان بشیم برای مسابقات دوستانه و رسمی تیم ملی و بتونیم از این میزبانی به خوبی استفاده کنیم و مهمان نوازی بکنیم. تیم ملی فوتبال کشور پس از دیدار دوستانه با تیم ملی فلسطین بر روز 17 ماه میزان در یک دیدار دوستانه با تیم ملی میانمار در آن کشور نیز بخت آزمایی خواهند کرد. تیم ملی تکواندوی کشور غرض آمادگی برای بازی‌های المپیک آرژانتین، بازی‌های آسیایی اندونزیا و اشتراک در مسابقات اوپن کره جنوبی رهسپار این کشور شد. این در حال است که تا یک ماه آینده دیگر بازی‌های آسیایی در کشور اندونزیا برگزار خواهد گردید و تا 3 ماه آینده بازی‌های جوانان جهان که افغانستان یک نماینده در آن دارد آغاز خواهند شد. برای دسترسی به تازه‌ترین خبرهای افغانستان و دیگر کشورهای جهان به 4-5-6 به تماس شوید و سپس کلید 1 را دوباره بشنوید. از اینکه در خبرهای این ساعت ما را همراهی کردید تشکر. وقت بخیر.